برای خروجی گرفتن کارمون ما میایم توی شیر، قسمت بالا برای خود سیستم اپل هستش، نه اینکه فقط توی اپل باز بشه، ولی یه چیزایی هستن که با خود اپل یه خورده هماهنگ‌تر هستن. مدیا براوزر شما اینجا میتونید بیاین بگین رزولوشن تصویرتون چجوری باشه و با این دیوایس ها کامپتیبل باشه. به طور مثال میدیوم تو آیپاد کلاسیک، آیفون، آیپد، اپل تیوی، کامپیوتر و موبایل می قابل پخش هست، ولی اگر شما روی HD 720 بذاری تو آیفون، آیپد، کامپیوتر فقط میتونید ببینیدش، یا اگر روی HD 1080p بذارید فقط روی کامپیوتر میتونید ببینید. عنوان بعدی که iTunes هست خیلی شبیه همون عنوان قبل، فقط یه مقداری اون فایل رو آماده میکنه برای iTunes و با کودکی این کود میکنه که iTunes خیلی راحت بتونه رو پلی بکنه. iDVD اون رو میفرسته توی iDVD و مستقیما برای iDVD نرم‌افزار iDVD شما آمادهش میکنه. من اینجا کنسل رو میزنم چون کل پروژه رو میخواد خروجی بگیره الان. موبایل می گالری، اگر اکانت موبایل می داشته باشید به اونجا میتونید آپدیت آپلودش بکنید. یوتیوب مستقیما توی یوتیوب، اگر اکانت یوتیوب داشته باشید، فیسبوک، ویمئو، آی ریپورت و پادکست پرودیوسر هم باز به همین صورت این یوتیوب هستن. اگر خواستید احیانا از هر کدوم از اینام حذفش بکنید، میتونید بیاید اینجا تو ریموف فرام. به طور مثال اگر یوتیوب رو شما یه ویدیو توش همین ویدیو رو آپلود بکنید، بعدن خوشتون نیاد بخواید دانش بکنید و حذفش بکنید، میتونید این ریموف فرام یوتیوب رو بزنید. اما شاید مهمترین عناوین اینجا این سه تا باشن: اکسپورت مووی، اکسپورت یوزینگ کویک تایم و اکسپورت فاینال کات XML. اگر با فاینال کات 7 کار میکنید از این عنوان میتونید استفاده بکنید برای اینکه این پروژه رو توی فاینال کات 7 باز بکنید. اگر از فاینال کات X استفاده میکنید اصلا نیاز به همچین کاری نیست، فاینال کات X خودش پروژه آی مووی رو مستقیما باز میکنه. این دو تا عنوان بالا که اکسپورت مووی شما هست شاید خیلی شبیه این مدیا براوزر شما باشه. الان این تصویر رو با فرمت موو اکسپورت میکنه. اگر شما از iTunes استفاده بکنید با فرمت MP4 اکسپورتش میکنه. ولی شاید کارآمدترینشون این اکسپورت یوزینگ کویک تایم باشه. اکسپورت یوزینگ کویک تایم تمام اون جزئیاتی که توی اکسپورت کویک تایم هست رو در اختیار شما میذاره. به طور مثال من اینجا میتونم بگم که AIF اکسپورت بگیر، ویو، MP4 برای آیپاد، برای آیفون. اگر بخوام AVI خروجی بگیرم باز به همین صورت از اینجا میتونم AVI خروجی بگیرم، یا ایمیج سیکونس اگر بخوام خروجی بگیرم، همه اینها توی اینجا قابل دسترسی هستن. و باز برای اپل تیوی هم به همین صورت من خود کویک تایم مووی رو انتخاب میکنم و از اینجا هم خب ستینگ خود کویک تایم رو شما بهش دسترسی دارید. به طور مثال اگر من بخوام برای اینترنت بفرستم و توی اینترنت آپلود بکنم این فیلم رو، میتونم یکی از این پریست ها رو انتخاب بکنم. به طور مثال LAN و اینترنت آپشنز رو میزنم. از اینجا حالا کودک شما رو نشون میده که به طور مثال اینجا H264 که اگر کسانی که میان توی سایتتون میبینن این کودک رو بتونن باز بکنن، طبیعتا میتونن این فیلم رو ببینن. اگر این بیتریت و این حجم از نظر کیفیت تصویر برای شما کم هست، میتونید زیادش بکنید. به طور مثال به جای 1372 میتونید بگید 2544 میخوام باشه. این Optimized for میتونید بذارید برای CD یا DVD هست. استریمینگ یعنی به طور مستقیم از سایتتون موقع پخش شدن خیلی بهتر دیده بشه، یا دانلود یعنی که بخوان دانلودش بکنن. هرچند که این عنوان خیلی تفاوت نمیکنه، شما میتونید رو همین دانلود بذارید، زیاد تفاوت آنچنانی نداره. این کی فریم رو اگر یک خورده کمتر بکنید حجم فایلتون یه مقداری بالاتر میره، ولی در عین حال کیفیت بهتری خواهد داشت. و این قسمت های بالا رو میتونید شما خیلی دست بهش نزنید، ولی این قسمت پایین خیلی مهم است. اگر روی این فستر بود کیفیت تصویر پایین تر خواهد بود، ولی سریعتر انکود میکنه، سریعتر خروجی میگیره. ترجیحاً همیشه روی این بالایه و بست کوالیتی بذارید. حالا ممکنه شما بگید من اصلا از این تنظیماتی که اینجا داره و برای وب هست خوشم نمیاد، ممکنه من بخوام برای اصلا خروجی گرفتن روی یه وسیله دیگه اینجا خروجی بگیرم، و حالا من میتونم بیام توی ستینگ صدام بگم صدامو با بالاترین کیفیتی که هست اینجا خروجی بگیر، لینیر پی سی ام، استریو 48 بست و حالا الاخر.
و تصویرم هم توی سایزم میتونم بگم هر چی که الان هست باشه. کارنت من 960x540. من از اونجایی که 1920x1080 فول هست میتونم اینجا دایمنشنز یا سایزمو بذارم روی 1920x1080 HD و اوکی رو بزنم. و توی ستینگ هم اصلا به جای HD264 بگم میخوام از کودک 422 استفاده بکنم که کودک خیلی با کیفیتی هست ولی به نسبت حجم بالایی هم داره. فقط اپل ها میتونن این رو پلی بکنن، این نکته رو شما در نظر داشته باشید، مگر اینکه توی نرم افزار تدوین مثل مدیا کامپوزر یا پریمیر بخوان رو باز بکنن که دیده بشه. عناوین دیگه هم که اینجا دارید خب شاید خودش یه درسی بشه بزرگتر از این آی مووی که اینجا دیدیم و به خاطر همین دیگه من توضیح خیلی زیادی نمیدم. شاید مهمتریناش برای وب همین HD264 باشه و برای کارهای حرفه‌ای این عناوینی که این بالا داریم. توی خود این کودک های پرورز هم از این پروکسی به بالا کیفیت کمتر میشه، پروکسی حجم و کیفیت پایین تری داره، LT بیشتر، 422 بیشتر، HQ از 422 بالاتر و 444 بالاترین کیفیت رو به شما خواهد داد با یه حجم خیلی قابل قبول.